سوم می، گرامی داشت روز جهانی آزادی مطبوعات. این روز در سال 1993 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از آزادی بیان اندیشه نامگذاری شد. نامگذاری این روز به پاس دستاوردهای نیک و مفیدی است که تاکنون به دست آمده و در اختیار بشر گذاشته شده است. پیام روز جهانی آزادی مطبوعات به جوامع بشری این است که آزادی مطبوعات بر اثر مبارزات سخت و خستگی ناپذیر اندیشمندانی به وجود آمده که در قرون جدید با عشق و علاقه فراوان برای تأمین آزادی و رهایی از اسارت و درماندگی انسانها تلاش کردند و چه بسا جان خود را در این راه از دست دادند. از وظایف مهم مطبوعات اطلاع رسانی مفید و دقیق به جامعه است که از این طریق مردم را از تحولات و تغییرات دنیای اطراف آگاه می سازند و با تحلیل اوضاع ملی و بین المللی زمینه های قضاوت درست و تصمیم سنجیده را برای افراد فراهم می آورند. دولت‌ها باید از آزادی مطبوعات حمایت کنند و وضعیتی فراهم آورند که اتحادیه‌های صنفی روزنامه‌نگاران تشکیل شود تا روزنامه‌نگاران با خیال راحت به فعالیت‌ها و وظایف خودشان بپردازند. دولت‌ها مسئولیت دارند که مقدمات و امکانات آموزش در دانشگاه‌ها و مدارس حرفه‌ای را به وجود آورند. بسکارها و تصمیم‌گیری‌هایی که ممکن است به آزادی مطبوعات لطمه بزند، جلوگیری نمایند. کمک‌های دولت هم باید از روی وظیفه و ادای مسئولیت و هم بی‌طرفانه و بدون تبعیض باشد و روزنامه‌ای و روزنامه دیگر از این جهت ارجحیت نداشته باشد. تنها 9% از روزنامه‌نگاران که در کشورهایی همچون فنلاند، ایسلند، هلند و نروژ زندگی می‌کنند، از شرایط مطلوب کاری با بهره‌مندی از آزادی بیان اندیشه و استقلال در حرفه خود فعالیت دارند. در سال 1285 و در پی صدور فرمان مشروطیت و موافقت مظفرالدین شاه قاجار، آزادی مطبوعات در اصل 13 به قانون اساسی کشور اضافه شد و تحولی چشمگیر در زمینه مطبوعات صورت گرفت که در پی آن روشنفکران و روزنامه‌نگاران بسیاری در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، قضایی، آزادی‌های فردی و اجتماعی، دوری از خرافات و استبداد سخن به میان آوردند که متاسفانه با سرکوب و خفقان مواجه شدند. سرکوبی که از آن زمان تا کنون در دولت‌های مختلف که قدرت اداره امور ایران را بر عهده گرفتند شاهد هستیم. متاسفانه در حال حاضر با توجه به عدم داشتن آزادی بیان و عدم داشتن آزادی پس از بیان در ایران، کشور ما در میان بزرگترین دشمنان آزادی مطبوعات است و تبدیل به یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه است. در صورتی که در اصل 3 بند 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت ذکر شده است که بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی الزامی است، اما متاسفانه ایران در فاصله سالهای 1357 تا 1398 دست کم 860 روزنامه‌نگار را روانه زندان کرده است و در سال 1398 از نظر وضعیت آزادی رسانه‌ها در جایگاه 170 از بین 180 کشور قرار دارد و وضعیت آن نسبت به سال پیش 6 رده نزول داشته است. مطابق با ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و استرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
همچنین در اصل 24 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد مؤاخذه قرار داد. اما این حق شهروندی در عمل به دفعات نقض شده است و روزنامه‌نگاران بسیاری تنها به بهانه نوشته‌ها و بیان اندیشه خود به عواقبی همچون بازداشت، شکنجه، تبعید و یا سایر محرومیت‌ها همچون محرومیت از فعالیت رسانه‌ای و یا ممنوع خروجی از کشور مواجه شده‌اند. امید است با شهروندانی که در قالب روزنامه‌نگار و ژورنالیست و یا در قالب یک شهروند عادی که اندیشه خود را بیان می‌کند برخورد خشونت آمیزی صورت نپذیرد و هر کس بتواند در هر کجای دنیا از آزادی اندیشه و بیان که حق ذاتی همه انسان هاست به طور کامل برخوردار شود. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.